Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Grano he wad walu. Muhtaram akhwain duruno. Ila mantiam tzedaga de naomidai au mayusay shpi. Bajar terzada khatmishi au Afghanistan. Baberta de azadai, rifa au parmakhtak pulur pul masir badal kri. Zma tol tamarkuz au jmana he wad walu sara. De au sulayi swand tzedaga pachau kartke دی وینه توی دل ختم شی او گران افغانستان ثبات امنیت او پرمختک تورسی دیگی و او دا دا ملا هم اساسی هدف ده دی تیرو تورزو پیخی پا دیر سرعت سر را منسته شوی مخیل دی چیز لیوات خووزم ما پا دی کار کهو چی طالبانو سر دی همه شمول او نماینده حکومت د جوړی دو پسر مذاکرات وکړو تر څو د قدرت سوله ایز انتقال ته زمینه مساعده او کابل خوندي وساتل شي او د وینې تویدو مخنیوی وشي ګرانو وطنوالو زه په اماراتو کې یم غواړم د وروستیو تحولاتو په اړه لنډ مسایل درسره شریک کړو د تېرې یکشنبې په ورځ ما په خپل کاری دفتر کې عادي ورځنی تقسیم اوقات ترکیب آورم. ماسپښین زه دفاع وزارت ته روان وم تر څو د کابل ښار د نظم لپاره سوق او ادارې ته لاړ شم. ناڅاپه زما د فزیکي امنیت مسؤولین د دې لپاره راغلل چې یوه لویه توطعه شنډه کړي. زه یې له ساحې وویستم. سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې وه خو دوی د ارګ د دروازو شاوخوا ځای پر ځای شوي ول او زموږ امنیتي مسؤولونو د امنیت ټینګښت توان له لاسه ورکړی و دغه توطعې دوه برخې درلودې اول یا من میماندم و شاهد خونریزی و ویرانی کابل میبودم طالبان و همکاران داخلی و خارجیشان با وساحت گفته بودند تا من باشم آنها رای مسالمت آمیز نمی بینند. مسئولیتی که به دوش من گذاشته می شد این بود که به خاطر قدرت کابل و ایران و خونریزی کوچه به کوچه در کابل مثل سوریه و یمن آغاز شود. دوم دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبان‌های کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومت صورت نگرفت. آنها اتاق با اتاق می‌گشتند تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود. کپاتوی در افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانان د سترګو په وړاندې په دار زړول شوی وی او یوه لویه شرناکه تاریخی فاجعه به بیا تکرار شوی وی تاسو ته معلوم ده زه د عزتمند مرګ نه ډارېږم او نه ویډار سویم اما د افغانستان بې عزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده نو زه مجبورم له افغانستانه وویستل شوم تر څو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای په عقارت ځوړندېدلو مخنیوی وشي آیا د دوی مقاماتو بار بار نه ویلي چې د افغانستان د ولسمشر سر غواړم دا خبرې ډېر جزئیات لري او تفصیل به ډېر ژر تاسو ټولو سره شریک کړم هغو خلکو ته چې قضاوت یې کړی چې ګڼې ما افغانستان خرڅ کړی او تښتېدلی یم دوی ته مې پیام داده تر هغو مو چې د فاجعې د عمق په هکله مستند معلومات نه وي اورېدلي قضاوت مو پرېږدئ ملا عمر له کابل وود او قندار نه وود امیر عبدالرحمن خانم وود او نور مشران لکه امیر شیلی خان دوست محمد خان او نور مشران دیمو
وتلی وو او دوم مرحله ته بیا راغلل خپل دی وطن خدمت وکړ. هر کسی که برایتان گفت رئیس جمهورتان شما را فروخت و برای منفعت مالی و حفظ جان خیش فرار کرد باور نکنید. من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی هایم را از پاهایم بیرون کرده و بوتهایم را بپوشم. بزرگترین سرمایه زندگیم که کتاب ها و ستا کتابچه یادداشت و لپتاپ شخصیم بود که تمام دار و ندار معنوی زندگیم را تشکیل میداد نتوانستم با خود بگیرم. تمام اینها که جز اسرار دولتی و محرم هستند متاسفانه به دست دیگران افتادند. من هیچ گونه بحث را برای ترک کردن افغانستان با قدرت‌های بین‌المللی مقیم افغانستان نداشتم و این حادثه دفعتن و تحت فشار همکاران امنیتی ما بود. من با یک پیراهن و تنبان، یک واسکت و یک جوره چپلی مجبور به ترک وطن شدم. جزئیات را بعدن انشالله هم بایتان شریک میکنم. پا دیورزو که زماد شخصت واجنه او دی اعتبار دل من زولول لپاره دیری حدسی او شوه او حتی داسی بی بنیاده او کاذب تورونه اوله گول شد چه پیسه انتقال شوه دی. دغه تورونه پا مکلم مکمل توگه بی اساس دروغ او لواقیت چخلیری دی او پکلکه ایردون مکربه هیواد تا تشلاسون راخلو دی دوی لگم رکاتو نپختن اوکی. دی تیرو چو ورزو پیخو او خوده چه افغانان سوله گواری دی کابل ساتنه او پده خار که دی پراخه گردوری چخه مخیویو شو چه داده اللہ تعالی لوی احسان ده. زده وران مذاکرات تو چخه زده روان مذاکرات تو چخه چه دی حکومت لخوا پل شیوی وی او سی داکل سب عبدالله و پخوانه ولس مشر کازی سب پر مخوری حمایت کن تا پروسه باید بریالی شی. زده امنیتی او دفاعی زواکون چخه مشکوریم او پر اغوی بیارم اغوی ما تا نده خوارلی. اصلی ما تا مو پا سیاست که خوارلی ده پا کم سیاست که هم دی طالبانو دی رهبری سیاسی ناکامی و هم دی حکومت دی رهبری سیاسی ناکامی و او هم زموگدن علیوال و همکاران و سیاسی ناکامی و دا ناکامی دی سول پروسه و زید جنگ پا بهیر بدل شو او سرال دی چه بار بارم دی ترامپ پیداری که دا پیشگویی کرده و چه باید سول دی افغانان دی تجربه او بین‌المللی معیارونو پا اساسوسی هغه و نشوه. زیوزل بیا دی خپلو ټولو امنیتی ځواکونو سرکندنو څخه مننه کوم په دوی ویاړلم او افتخار پرې کوم. در آخر برایتان یک پیام مهم دارم. من قصد فرار و جلاوطنی ندارم. فعلا در امارات هستم تا از خونریزی و فاجعه جلوگیری شده باشد. همین حالا در مشوره هستم تا به افغانستان برگردم و به تلاش هایم برای تأمین عدالت، حاکمیت افغان ها بر کشورمان و اعاده ارزش ها و دستاورد های واقعی اسلامی و ملی مردم افغانستان با هم مبارزه کنیم. تشکر از همه کسانی که پیام های دلجویی و اول پرسی را از داخل و خارج از وطن برای فرستادن. زنده باد افغانستان، تلدیوی افغانستان، یشسن افغانستان. نما ویجی نادو چانل گی سبسکریب آگی، هیچ نم ویڈیو گاگی بیل بٹن متی.